مسافرین محترم می توانند تکت های خیش را از دفتر مرکزی شرکت واقع سرک 11 وزیر اکبرخان و تمام تراول اجنسی های شهر به دست بیاورند. شماره های تماس 0780-388-775 و یا 0797-71-71-70. شرکت هوایی افق شرق، پیوند دهنده افغانستان. سلام و سه‌شنبه شبتان بخیر. خوش آمدید به 30 دقیقه خبر از یک. در آغاز سرخط چند بودند. از حضور قانونمند نیروهای خارجی تا تضمین کمک‌های دراز مدت به نظامیان افغان، کابل سرانجام با امریکا و ناتو موافقتنامه امنیتی امضا کرد. چون این قرارداد صرفاً و صرفاً برای ثبات افغانستان و رفاه افغانستان. نخستین روز کاری معاونان رئیس جمهور. حکومت تازه مصمم است با فساد اداری مبارزه کند تا از گدایی رهایی یابد. امروز مملکت استیم که استقلال اقتصادی ندارد. بحث انتخابات و اتهام بر سر اتهام. کمیسیون شکایت های انتخاباتی میگوید کمیسیون مستقل انتخابات در اعلام نتیجه انتخابات شوراهای ولایتی سلیقه‌ای و فراقانونی برخورد میکند. و اینکه امریکا خشم چین را برانگیخت. کاخ سفید گفته است از راهپیمایی‌ها در هنگ کنگ پشتیبانی می‌کند. من رئوف اجمل هستم، میزبان شما در 30 دقیقه خبر امشب. افغانستان امروز موافقتنامه‌های امنیتی را با واشنگتن و ناتو امضا کرد. رئیس جمهور احمدزی امضای این موافقتنامه‌ها را برای امنیت و ثبات کشور و نیز برای کمک و همکاری‌های درازمدت ناتو و واشنگتن با نیروهای بومی مؤثر می‌داند. این توافقنامه‌ها را محمد حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، با سفیر آمریکا در کابل و نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان امضا کرد. ولی آریان گزارش می‌دهد. امضای موافقتنامه های امنیتی صفحه تازه در روابط کابل با واشنگتن و ناتو. دومین روز حکومت وحدت ملی است، اما از همین اکنون برنامه هایش را عملی می سازد. نخستین اقدام این حکومت امضای موافقتنامه های امنیتی با واشنگتن و ناتو است. محمد حنیف اطمر، مشاور شورای امنیتی ملی افغانستان، این سندها را با جیمز کنینگ، هم سفیر امریکا در کابل و نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان امضا کرد. امروز روزی است که افغانستان حاکمیت ملی خود را به صورت اساسی به دست می‌آورد. امروز ما شاهد مساوات دولت افغانستان با دولت‌های همکار خود در دنیا است. به صورت یک دولت مستقل به اساس برداشت منافع ملی خود قرارداد را که بر ثبات خیر و رفای مردم ما، بر ثبات منطقه و ثبات دنیا است انجام دادیم. بر بنیاد توافقنامه امنیتی کابل واشنگتن، پس از این نظامیان آمریکایی حضور درازمدت و قانونمند در افغانستان خواهند داشت. حضور همراه با کمک و همکاری ها با نیروهای مسلح افغانستان. تعهدات که در شیکاگو برای تقویه قوت های امنیتی افغانستان انجام شده بود در حدود 16 میلیارد دلار. در شرایط فعلی این کمک ها بر تعلیم، تجهیز و تمویل مصرف خواهد شد. یک قدم اساسی است که ما را انشاءالله کمک میکنه تا با اجرای مفاد موافقتنامه در سالهایی که در پیش رو داریم افغانستان بتانه روی پای خود بیسته از لحاظ تامین امنیت و ثبات در کشور.
پیشتر بسیاری از کشورها با امضای موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن مخالفت کردند. هیچ همسایه افغانستان خود از جهت از این قرارداد بد خطر نبینه، چون این قرارداد صرفاً و صرفاً برای ثبات افغانستان و رفاه افغانستان صورت میگیره و دفاع در مقابل خطراتی که از شبکه‌ها برای ما و برای دنیا از او سرچشمه میگیره. هیچ نوع تجهیزات هسته‌ای یا کیمیایی یا غیره در خاک ما جابجا نخواهد شد و مورد استفاده قرار نخواهد. واشنگتن هم بر بنیاد موافقتنامه امنیتی با کابل تعهد می سپارد که امریکا پابند بر کمک های دراز مدت با افغانستان خواهد بود. موافقتنامه امنیتی کابل و واشنگتن تضمین کننده کمک های دوامدار ما با افغانستان است. این موافقتنامه سبب تحکیم ثبات در افغانستان و همکاری های دوجانبه خواهد شد. این سند برای آینده بهتر افغانستان بسیار مهم است و ما پابند بر تعهدات ما با افغانستان هستیم. این سند زمینه همکاری های درازمدت را برای نیروهای امنیتی افغانستان و همکاری های دفاعی ما نشان می دهد. امضای موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن گره امضای موافقتنامه حضور درازمدت ناتو را نیز در افغانستان باز کرد. موافقتنامه ای که چگونگی ماموریت تازه ناتو را پس از سال 2014 میلادی در افغانستان و نیز همکاری های آموزشی ناتو را با نیروهای بومی تضمین می کند. قرارداد ناتو اساس قانونمند ماموریت تازه ناتو را در افغانستان ثابت می سازد. اهمیت این سند فراتر از یک ماموریت است و این همکاری های درازمدت ما را با افغانستان نشان می دهد. این سند ماموریت آموزشی و همکاری ها و کمک های مالی ما را تا سال 2017 میلادی با نیروهای امنیتی افغانستان تایید می کند. تعهداتی که در نشست شیکاگو سپرده شد. حامد کرزی تا پایان ماموریتش این سند را امضا نکرد. موافقتنامه امنیتی پرتنش‌ترین سند در هنگام ماموریت رئیس جمهور پیشین افغانستان با واشنگتن شمرده می شود. جرگه برگزار شد این موافقتنامه را تایید کرد، اما حامد کرزی برای امضای این سند شرط گذاشت و امضاش نکرد. اکنون حکومت وحدت ملی امضا کرد. دیده شود که مواد این دو توافقنامه با افغانستان عملی خواهند شد یا نه. کلخ ماندن از او تیرجدن بار نباشد. در این حال امریکا و ناتو از امضای هر دو موافقتنامه امنیتی با افغانستان استقبال کردند. اما محتوای موافقتنامه امنیتی کابل و واشنگتن دارای کدام نکات مهم است؟ به این گزارش توجه کنید که قیام نوری آماده کرده است. موافقتنامه امنیتی کابل واشنگتن 26 ماده دارد. همچنان این موافقتنامه دارای دو زمینه اصلی می باشد. در این موافقتنامه چارچوب همکاری های دراز مدت امریکا و افغانستان تعیین شده است. موافقتنامه‌ای که در سه زبان انگلیسی، فارسی و پشتو در ماه نوامبر سال گذشته از سوی کابل و واشنگتن تهیه و نهایی شده است. جرگه عنعنوی و شورای ملی افغانستان نیز این موافقتنامه را تایید کردند. ماده های چهارم تا ششم این موافقتنامه چارچوب همکاری نظامی امریکا با افغانستان از جمله دفاع از افغانستان در برابر تهدیدهای خارجی، تقویت، آموزش، مشورت و تمویل نیروهای امنیتی کشور را برای مبارزه با این تهدیدها تعیین کرده است. ماده ششم بند اول موافقتنامه امنیتی. طرفین با هر گونه استفاده از نیروهای مسلح یا تهدید علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی افغانستان به شمول حمایت از گروه‌های مسلح از جمله تامین پناهگاه و یا تسلیحات از سوی یک کشور خارجی و یا یک گروه مسلح دیگر قویاً مقابله می‌کنند. طرفین توافق می‌کنند تا در زمینه تحکیم قابلیت‌های دفاعی افغانستان در برابر تهدیدات علیه حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی این کشور با هم همکاری کنند. بند دوم ماده ششم، ایالات متحده آمریکا هر گونه تجاوز خارجی یا تهدید به تجاوز علیه حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان را موجب نگرانی شدید خود پنداشته و باور دارد که چنین تجاوز میتواند منافع مشترک طرفین را در رابطه با ثبات افغانستان، صلح و ثبات منطقه و جهان تهدید کند. بر بنیاد ماده چهارم این موافقتنامه، آمریکا مسئولیت تمویل، تجهیز و فراهم ساختن جنگ افزار و نیروهای امنیتی را بر دوش دارد. ماده چهارم بند سوم، طبق احکام موافقتنامه همکاری های استراتژیک و با در نظر داشت تعهدات مصوبه نشست سال 2012 شیکاگو، ایالات متحده مکلف است تا تامین وجوه پولی را به شکل سالانه برای حمایت از آموزش، تجهیز، مشورت و تقویت پایدار نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان جستجو کند
تا اینکه این کشور بتواند مستقلانه امنیت خود را تامین و از خود در برابر تهدیدات داخلی و خارجی دفاع نموده و نگذارد تا تروریستان بار دیگر به خاک این کشور رخنه کرده و امنیت افغانستان، منطقه و جهان را تهدید کند. ماده 13 موافقتنامه به مسائل قضایی و جرمی نظامیان آمریکایی در کشور پرداخته است. در این ماده آمده که اگر سربازان آمریکایی جرم را در کشور مرتکب شوند، مطابق با نظام قضایی کشور محاکمه نخواهند شد. ماده 13 بند اول: افغانستان با حفظ حق حاکمیت خیش میپذیرد که کنترل انضباطی به شمول اتخاذ تدابیر جزایی و غیر جزایی از جانب مقامات نیروهای ایالات متحده بر ازای نظامی و بخش ملکی آن اهمیت بسزا دارد. بنابراین افغانستان توافق میکند که ایالات متحده تعمیل صلاحیت قضایی در رسیدگی به تخطیط‌های جنایی و مدنی چنین افراد در قلمرو افغانستان را حق اختصاصی خودش میداند. جنجالی ترین ماده ای که امضای این موافقتنامه را به درازا کشانید و ظاهرا سبب شد که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور آن را امضا نکند. بر بنیاد این موافقتنامه آمریکا از فرودگاه های بین المللی کابل، بگرام، هرات، شندند، مزار و هلمند استفاده می کند. همچنان آمریکا بر بنیاد زمینه های این موافقتنامه از بندرگاه های همچون تورغوندی، حیرتان، شیرخان بندر، اسپین بولدک و تورخم حق استفاده را دارد. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور کشور در فرمان حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه را به عنوان مشاور اقتصاد ملی افغانستان تعیین کرد. اداره امور گفته است که رئیس جمهور در فرمان جداگانه سرپرستی وزارت مالیه را همچنان بر دوش آقای زاخلوال گذاشته است. هدف از این کار جلوگیری از سکتگی در روند کاری وزارت مالیه گفته شده است. افغانستان استقلال اقتصادی ندارد. اشرف غنی احمدزی تاکید میکند تا زمانی که با فساد اداری مبارزه نشود، پرداخت حقوق ماهوار آموزگاران با پول گدایی دشوار است. او همچنان تاکید دارد که به جای کمیت به کیفیت معارف در کشور باید توجه جدی صورت گیرد. به شهرمند خاصانی گزارش میدهد. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید کشور در دومین روز کاریش از لیسه امانی شهر کابل دیدن کرد، جایی که میرویس پسر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز درس میخواند. هرچند کارهای زیادی در بخش معارف در 13 سال گذشته انجام شدند، اما هنوز میراثهای زیادی در این بخش به حکومت وحدت ملی باقی مانده است که باید آن را به پایان برساند. خواست آموزگاران و دانش آموزان این لیسه هم امین است. بسیار حرفای قالبی به آدرس ما گفته شده که اوضاع بهتر نیست، اما در مورد حقوق واقعی ما بسیار آهسته حرکت شده، بسیار سست حرکت شده و تا اندازه این شده که ما ناامید شدیم از وظیفه‌ای که داریم. اگر مامورین کمک کنن برای معلمین از باش خود، اگر یک چیزی کمک کنن که بالاخره یک بانک ساخته شده در این بانک این بدل ران بسته و کمک بسیار بزرگ برای معلمین. همکنون بیش از 10 میلیون دانش آموز در کشور مصروف درس هستند که این کمیت همواره یکی از دستاوردهای 13 سال گذشته گفته شده است. اکنون رئیس جمهور جدید کشور تاکید دارد که بر کیفیت معارف توجه بیشتر خواهد کرد. موضوع عمده بر ما کیفیت نکنه، چون شخصی که دارای ظرفیت نباشه هم از زندگی عادی میبره هم به درد مملکت نمیاد. بینی دیروز مرگ دیده باشیم، کل تمرکزش سر کیفیت است. ما میخواییم سرمایه اجتماعی از این مملکت سرمایه باشه، سرمایه طبیعی را، سیاسی را، اقتصاد از این مملکت جهر بده. در 13 سال گذشته همواره معلمان کشور از ناچیز بودن حقوق ماهوارشان انتقاد کردند. اکنون رئیس جمهور کشور چگونگی افزایش حقوق ماهوار معلمان را به چگونگی استقلالیت اقتصادی کشور پیوند می‌دهد. امتیازات تعلق داره به اینکه عواید مملکت ما چطور اصلاح. امروز مملکت استیم که استقلال اقتصادی نداره. بنابراین تا یک اقتصاد مرافق داشته نباشیم این مسئله دیگر نمیشه، این به گدایی حل نمیشه. بر بنیاد آمارهای وزارت معارف، این وزارت بیش از 200 هزار کارمند دارد که برای بیش از 10 میلیون دانش آموز خدمات ارائه میکنند. اکنون دیده شود که وعده های رئیس جمهور جدید برای بهبود کیفیت معارف چه زمانی عملی خواهد شد.
در این حال هر دو معاون ریاست جمهوری امروز کارشان را آغاز کردند. رئیس جمهور احمدزی و معاونانش ابراز امیدواری می‌کنند که حکومت وحدت ملی موفق به عملی سازی خواستهای مردم شود. از سوی هم سازمان ملل متحد تاکید کرده است که حکومت تازه افغانستان باید هر چه زودتر تشکیل شود. در دومین روز کاری حکومت وحدت ملی، معاونین پیشین ریاست جمهوری جایشان را با معاونین حکومت وحدت ملی واگذار کردند. نخست جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری به جای محمد یونس قانونی تکیه زد. در حکومت ملت خود خواهد بودیم و بازم یک بار دیگر از شما همه دوستان قانون سر تشکر. مبارک. تسلیم کرسی معاونیت اول ریاست جمهوری با شوخی های سیاسی نیزم را بود. کریم خلیلی معاون دوم حکومت رئیس جمهور کرزی جایش را به سرور دانش از اعضای حزب وحدت ملی خودش واگذار کرد. آقای خلیلی در صورتی که در کارهای حکومتی کوتاهی کرده باشد از مردم پوزش‌خواهی کرد. در حکومت ایجاد شود یک حکومت حق مدار، قانون مدار، عدالت محور و بر اساس حاکمیت قانون. به عنوان یک فرزند کوچکی وطن، به عنوان یک امانتدار 13 ساله مردم، یک بار دیگر پوزش میخواهم جایی که ما کوتاهی کرده باشم. قرار است در روزهای آینده دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز به کارش آغاز کند و کابینه جدید حکومت وحدت ملی نیز ایجاد شود. سازمان ملل متحد نیز به تشکیل هر چه زودتر حکومت وحدت ملی تاکید کرده است. در اینجا گل‌آقا شیرزاد نامزد پیشین ریاست جمهوری و زامیان دکتر عبدالله عبدالله از ایجاد حکومت وحدت ملی ستایش میکند و از آمادگیش برای خدمت به مردم سخن میزند. او دیو سه اداره پا جلوگول که نو با دیو کوالیسی چه کامیاب و موپق سی او من اتمنان رو که مشتا وزیفا وز پارسول و کنواز پارسول من با دی سر پر همکاری زقی چه الحمدلله من امتحان رو کردی. در حکومت وحدت ملی هر دو نامزد ریاست جمهوری مساویانه سهم خواهند داشت. اکنون دیده شود که کدام چهره ها و با چه توانایی های توسط اشرف غنی احمدزی و دکتر عبدالله عبدالله با وزارت ها و اداره های جایی حکومت گماشته خواهند شد. اما شهروندان کشور از حکومت تازه چه خواستهایی دارند؟ تامین امنیت، ایجاد زمینه‌های کار، کاهش فقر، مبارزه با فساد اداری و به دادگاه کشانیدن فساد پیشگان از خواستهای اصلی شهروندان کشور از حکومت تازه است. در همین حال شماری از آگاهان و اعضای مجلس هم تاکید دارند که اصلاحات در نهادهای دولتی، معرفی افراد شایسته و متخصص برای کابینه، داشتن سیاست خارجی روشن و تدوین شده و اصلاح نظام انتخاباتی باید از اولویت‌های کاری حکومت تازه باشد. سجاد محمدی. حکومت تازه وحدت ملی زیر ضربین شهروندان کشور، شهروندانی که امسال دو بار با رفتن پای صندوق‌های رای حماسه آفریدند و ماها پیامد کشمکش‌های انتخاباتی را تحمل کردند. همزمان با آغاز به کار حکومت تازه وحدت ملی، شهروندان کشور خواست‌های زیاد از این حکومت دارند. از یک سو از این حکومت می‌خواهند تا دنبال‌روی سیاست‌های نادرست حکومت رئیس جمهور کرزی نباشد و سوی هم به موزل ناامنی، بیکاری و فساد اداری هر چیز دوتر نقطه پایان گذاشته شود. حالا همه نگاه ها و امید شهروندان کشور به حکومت تازه وحدت ملی است تا به دردها و زخم های بیشمار آنان مرهم بگذارد. در قدم اول جلا مافیا های مثلا حرفوی رو باید بگیرند، چیز غاصبین مثلا املاک دولتی و چیز سرمایه های ملی و بین مردمی افغانستان که کلا در دربار کابینه جناب آقای کرزی بودند. یک ارزانی، یک صلح سرتاسری برای مردم، یک زمینه کار مساعد کنند. توجه بر جوانان کنند، از نگاه کاری باید برشان زمینه مساعد شد. در ولایت های کشور خواست های مردم در ولایت ها هم تفاوت ندارد. تأکید همه بر آوردن امنیت، ایجاد زمینه های کار و مبارزه با فساد به ویژه در نهادهای عدلی و قضایی است. زمینه امنیت برای ملت افغانستان باید کیفی فراهم سازند تا مهاجرت به کشورهای همسایه کم بشه. خب عدلی و قضایی سیستم که مو اداری پساد هاوج تر رسیدلی دی او خدای دیو که چی دی پدی برخه که مثبت گامونو پورته که کار برای جوانان مساعد بسازه. به نام خداوند بزرگ جل جلاله. معرفی و تعیین افراد تازه در پست های کلیدی دولت
مبارزه با فساد اداری و چگونگی رابطه با کشورهای منطقه و جهان از دیگر اولویت‌های حکومت تازه پنداشته می شود. هرچند خیلی ها این موضوع را با اما و اگر مطرح می کنند. از دولت جمهوری اسلامی افغانستان، مردم افغانستان ایره می خواهد که مشخص تعریف سیاسی خارجی خود را بیان کند. دوست کی است، دشمن کی است. گرچه که توقع ما نداریم واقعا، به خاطری که همون پارتایی که چه از قاچاق زمین، چه قاچاق بر، چه مردمایی که در گذشته هم امتیان خود دادن، اینا با دو طرف تقسیم شدیم. حکومت وحدت ملی که خود برایند جنجالی ترین و طولانی ترین انتخابات دنیاست، اولویت دیگری هم پیش رو دارد. اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات بهترتر پارلمانی. بحث چگونگی رسیدگی به مسائل آماری در افغانستان است، به خصوص احصای نفوذ در افغانستان و انتخابات آینده و چگونگی برخورد به بحث انتخابات، به خصوص انتخابات پارلمانی در افغانستان. هرچند رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی پیش از این بر مبارزه جدی با فساد اداری، آوردن امنیت و اصلاح نظام انتخاباتی تاکید کرده، اما پس از گذشت مدت زمان مردم قضاوت خواهند کرد که آیا حکومت تازه توانسته مرهم به دردهای آنان بگذارد یا حسرت حکومت رئیس جمهور کرزی را خواهند کشید؟ کمیسیون مستقل انتخابات در اعلام نتیجه انتخابات شوراهای ولایتی برخورد سلیقه‌ای و فراقانونی دارد. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید این کار سبب تأخیر در اعلام نتیجه انتخابات شوراهای ولایتی شده است. ولایت نورستان یکی از ولایت‌هایی است که تاکنون آرای آن بازشماری نشده است. سلیمان مستمن گزارش دارد در این مورد. اعلام نتایج انتخابات شوراهای ولایتی در گرو رئیس کمیسیون مستقل انتخابات. انتخاباتی که همزمان با انتخابات دور اول ریاست جمهوری در 16 عمل برگزار شد و قرار بود پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نتایج آن اعلام شود. اما اکنون کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات را به برخورد سلیقه‌ای در این باره متهم می‌کند. اما در نورستان کمیسیون انتخابات هیچ نوع همکاری ندارد و کاندیدای معترض مکررن از ما می‌خواهد که باید به صدایشان، به شکایتشان ما پاسخ بدیم. متاسفانه همکاری نکردن، در نتیجه ما رئیس ولایتیشان عزل کردیم از کمیسیون انتخابات را. هنوز هم معضل حل نشده. آنچه که ما نگران هستیم دلچسپی بیش از حد رئیس کمیسیون انتخابات به ولایت خودش است که یعنی خلاف قانون مانع کار کمیسیون شکایت انتخاباتی میشه. آقای سعادت هشدار میدهد اگر عدم همکاری کمیسیون مستقل انتخابات در این زمینه ادامه یابد، انتخابات ولایت نورستان لغو قرار داده خواهد شد. یکی از عوامل مهم دیگه متاسفانه در بعضی ولایت همکاری کمیسیون انتخابات درست نیست. مثلا مال تمام افغانستان تکمیل کردیم، مشکل نداریم. جلال آباد سبا تکمیل میشه. دیگه تمام افغانستان جمع است و اگر ای عدم همکاری ادامه بده، ما کوشش میکنیم این را آسان حل بکنیم و اگر دوام بده باز کمیسیون شکایت از صلاحیت قانونی خود استفاده می‌کند. هرچند معاون کمیسیون مستقل انتخابات در مورد ادعاهای رئیس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به گونه مشخص چیزی نمی‌گوید، اما از همکاری کمیسیون مستقل انتخابات در کار بازشماری آرای انتخابات شوراهای ولایتی اطمینان می‌دهد. یک بار اینا ولایت نورستان تفتیش کردن ولی امروز مکتوبش به کمیسیون انتخابات رسید که اینا بار دوم میخواین بعضی از مراکز ولایت نورستان تفتیش کنن که از لحاظ قانون ممانعت وجود ندارد و کمیسیون مکلف به همکاری با کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخابات است. با این حال کمیسیون رسیدگی به شکایت ها تاکید دارد که حاضر است تا یک روز پیش از عید قربان نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی را به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستد، مشروط به این که مقام ها در کمیسیون مستقل انتخابات در کار این کمیسیون مداخله نکنند و از ادامه همکاری هایشان به کمیسیون رسیدگی به شکایت ها اطمینان بدهند. امریکا از راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز در هانگ کانگ پشتیبانی می‌کند. کاخ سفید از حکومت محلی این ایالت چین خواسته است تا از رفتار خشونت‌آمیز در برابر راهپیمایان خودداری کند. خواسته که با واکنش چین روبرو شده است. راهپیمایی‌های گسترده در هانگ کانگ، راهپیمایی‌هایی که از 25 سال به این سو در این ایالت به پیشینه بوده است. راهپیمایان از چند روز به این سو خواستار اصلاحات در سیستم انتخابات این ایالت هستند. مکاتب، مغازه ها همه بسته شدند و تمام جاده ها برای ترافیک نیز بسته شدند. در این حال آمریکا از راهپیمایی های مسالمت‌آمیز
در این ایالت پشتیبانیش را اعلام کرد و از حکومت محلی هنگ کنگ خواست با راهپیمایان از هر گونه رفتار خشونت آمیز خودداری کند. امریکا از حق رای مردم هنگ کنگ بر اساس قانون اساسیشان پشتیبانی می کند. ما باور داریم که انتخابات برای رئیس اجرایی این ایالت از طریق انتخابات آزاد با رای مردم برای ثبات هنگ کنگ مهم به شمار می رود. اما این کار امریکا با واکنش تند چین روبرو شده است. حکومت چین از این کار امریکا به شدت انتقاد می کند و از این کشور می خواهد در موضوعات داخلی چین مداخله نکنند. از تاریخ 28 سپتامبر شما را سلقات به گونه غیرقانونی مرکز بازرگانی را اشغال کرده و دست به راهپیمایی زدند. موضوعات هنگ کنگ ارتباط مستقیم به حکومت چین دارد. ما از کشورهای خارجی می خواهیم تا از اقدامات و واکنش های خود در برابر هنگ کنگ محتاطانه عمل کنند. زیرا مداخله در هنگ کنگ مداخله در امور چین است. راهپیمایان از حکومت چین می خواهند تا اجازه دهد مردم این ایالت خود رئیس اجرایی این ایالت را آزادانه بدون معرفی از سوی حکومت چین انتخاب کنند. و اینکه جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش به مرزهای ترکیه نزدیک شدند. بر بنیاد گزارش خبرگزاری های ترکیه، پیکرجویان گروه دولت اسلامی با پیشروی به سوی شهر کردنشین سوریه به مرزهای ترکیه نزدیک شدند و نیروهای ترکیه نیز در حال آماده باش قرار گرفتند. از سوی هم جنگنده های امریکا شب گذشته مواضع این گروه را در سوریه بمباران کرد که از اثر آن چند غیر نظامی کشته شدند. پایان سیدخه خبرم شب. از همراهیتان سپاسگزاریم. شبتان خوش. خدا نگهدار.